سرما در سر پلوپکتیکا جان ده نفر را گرفت افزایش سرقت های مسلحانه در پروان بیشتر دوزی ها بالا ماست نظامی طالبان انجام می شود دیدار ملاعبت الله با مایک پمپیو به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام وقتان بخیر و یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید تقاضا می نمویم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما رو نیست سبسکرایب نمایید سرما در سر پلو پکتیکا جان ده نفر را گرفت بر اساس گزارش منابع محلی تای روزهای اخیر هفته نفر و شمول یک زن در ولسولی های مختلف ولایت سرپل بر اثر سر سرما جان باخته است همزمان از مرگ سه نفر در پکتیکا نیز گزارش شده است سید صفت الله صفوان رئیس مبارزه با حوادث سرپل می که تایی پنج روز گذاشته بیش از دو هزار راست نیست بر اثر سر سرما تلف شدن و همچنان افزایش سرقت های مسلحانه در پروان بیشتر دوزی ها بالا ماست نظامی طالبان انجام می شود هشت صبح پروان منابع محلی در پروان می که در دو شبانه روز گذشته سی روی داده سرقت مسلحانه در این ولایت با وقوع پیوسته است منابع بر روزنامه هشت صبح می که در روی داده نخست چاش روز یک شنبه بیست پنج جدی افراد مسلح که خود را نیروهای طلب معرفی کردن در ساحه پارچه افتم شهر چاریکار وارد یک منزل مسکونی شده و پول و طلاع اعضای این خانواده را به قط بردند در رویداد دیگر دو تا مسلح نظامی پوش دوشنبه شب 26 جدی در منطقه متک ولایت پروان در یک است بازرسی اموال سرنشیان نزدیک به ده موتر را آرد کردند به قول منابع دزدان خود را نیروهای طالبان معرفی کردند و در پایان دیدار ملای اطلاع با مایک پمپیو از دوران خروج نیروهای امریکایی و تسلیمی کشور به طالبان تصاویر دردناکی برای تاریخ افغانستان و جهانی باقی مانده است یکی از آن عکس ها از مایک پمپیو است که در قطر با نکای سبز دستان هر زده و چهره خنسا با کامرای چشم دوخته در حال که ملا برادر با پیراهن تومان جولیده و تسبیه به دست کنارش استاده و به جای نامعلوم خیره نگاه می کند تصویر سردی از نمایندگان ارشد دو دشمن ثبت تاریخ افغانستان و جهان شد که بعد از سالهای خونریزی و جنگ معامله وحشتناکی را پنهان از چشم مردم به توافق رسیدند و پیمانی را امضا کردند که اکنون مایه شرفسادی دیپلوماسی امریکا است و ملت را از ابتدایترین ترین حقوق از جمله تحصیل و کار را محروم کرده است پامپیو گفته است بر اساس انتخابات سال آینده ریاست جمهوری امریکایی آمادگی میگیرد در مصاحبه تازهش با اینستیتو سیاست دانشگاه شیکاگو خود را انسان دارای اخلاق سیاسی معرفی کرده و گفته است که به دلیل منابع سیاسی کشور و ماموریتی که داشته کنار ملا برادر استاده بود در حالی که قلبش نارام بود و میدان دست ملا با احتمال زیاد در خون دوستانش آغشته است گفته می شود آقای پمپیو مص... مثل ملا برادر آدم سیاست مدار مصحب بشد و هنگام کار در ادارات دولتی انجین روی میزش نگه می دارد زمانی در دروازه یکشنبه در کلیسا معظم کرد و در موضع گیری های سیاسی اتش به ادبیات مذهبی متواصل می شود از جمله زمانی که در حکومت دونالد ترامپ برای پیمان ابراهیم در خاور تلاش میورزد گفته بود که خدا در اتفاقاتی که در خاورمیانه رخ میدهد به شدت درگیری است همان طوری که سراج حقانی گفته بود فرمانده عمل اتحاری در انترکانتینیتال را حضرت محمد بر عهده داشت در مورد دیگری از او نقل شده که گفته دونالدو ترامپ رئیسش را خدا فرستاده است تا اسرائیل را نجات دهد درست همان توریک طالبان مدعی اند ملا الله را خداوند موظف کرده تا افغان ها را نجات دهد از امین رو به جانیت اگر بگویم ملا برادر و مایک پمپیو علی رحم ظاهر متوافتشان بسیار شبیه هم هند وزیر نقاب دین و اخلاق دروغ های بسیار میگویند و اعمال زشت سیاسی بسیار را مرتکب میشوند تشکر از توجهتان تا ویدیوهای دیگر الله نگهدار